سخنرانی تاریخی یاسر عرفات در سازمان ملل قسمت سوم. فهل لي أن أعبر عن ترحيبنا الحار وأدعو الرئيس ياسر عرفات ورفع الحيف عن أسعار موادها الأولية، وكذلك فإن هذه الدول ما زالت تواجه عراقيل. ريشي قضية فلسطين در إنجاز كإن مسألة هیچ گونه کشمکش میان دو مذهب و دو ملت نیست. همچنین این موضوع یک اختلاف مرزی میان کشورهای همسایه هم نیست. پس چیست؟ مربوط است به خواسته های گروهی از مردم که از زندگی در موطن خیش محروم گشته، پراکنده و بیخانمان شده و اکثرا در تبعید و آوارگی به سر میبرند. همین و بس. اسرائیل با حمایت نیروهای امپریالیستی و استعماری و به خصوص آمریکا توانست خود را به عنوان عضوی از سازمان ملل غالب کند. علاوه بر این موفق شد مسئله فلسطین را از دستور جلسه سازمان ملل حذف و با ارائه خواسته ما به صورت آوارگان بیچاره و بدبختی که نیازمند کمک نیکوکارانند و یا مسئله افرادی که محتاجند در سرزمین بیگانه اسکان یابند افکار عمومی جهان را منحرف نماید. با این همه شگفتا که باز هم نجات پرستان راضی و خوشنود نبودند. بر اساس تفکر امپریالیستی استعماری محل اسکان خیش را به پایگاهی برای امپریالیست ها و انبار سلاح مبدل ساختند و همین امر به آنان امکان داد رفتار سلطه طلبانه را علیه اعراب ادامه دهند. من اینجا برای شما توضیح خواهم داد که چرا همه شیوه های مسالمت آمیز با ناکامی روبرو شد. اسرائیل علاوه بر بسیاری از موارد تجاوز که علیه کشورهای عربی روا داشت، در سالهای 1956 و 1967 به دو جنگ ظالمانه دست یازید و به این ترتیب صلح و امنیت جهانی را به بازی گرفت. به دنبال تجاوز صهیونیستی در ژوئن 1967 صحرای سینای مصر را تا کانال سوئز اشغال بود و علاوه بر همه سرزمین های فلسطینی که در غرب رود اردن واقع هستند، بلندی های جولان در سوریه را نیز گرفت و این رویدادها بود که مسئله خاورمیانه را بر سر زبان ها انداخت. و می دانیم پافشاری دشمن در حفظ و ادامه اشغال غیر قانونی و تحکیم بیشتر اون و اونگاه ایجاد یک پایگاه عملیاتی برای نفوذ امپریالیسم جهانی در میان ملل عرب اوسا را شما خود می دانید که اسرائیل تمامی مصوبات شورای امنیت و نیز درخواست های افکار عمومی جهان را دایر بر عقب نشینی از سرزمین هایی که در سال 67 اشغال کرد نادیده انگاشت و می‌بینیم که همه کوشش‌های صلح‌آمیز در سطح جهانی نتوانست آنان را از سیاست توسعه طلبانه خود باز دارد. پس از این هم که همه شیوه‌های مسالمت‌آمیز از اشتباه کردن. پس از این که همه شیوه‌های مسالمت‌آمیز با ناکامی روبرو شد، تنها راه باقی مانده برای ملت‌های عرب آماده سازی خیش برای مقاومت در برابر تجاوز مسلحانه بود تا سرزمین‌های عربی را آزاد نموده و حقوق مردم فلسطین را از نو احیا کند. در این شرایط بود که جنگ چهارم در اکتبر 73 آغاز شد و برای صهیونیست‌ها ورشکستگی سیاست اشغال، توسعه طلبی و اتکای هرچه تمام تر به قدرت نظامی را به ارمغان آورد.
اما دشمن باز هم از تجربیات خود دست نمیگیرد و خود را برای جنگ پنجم آماده نموده و بار دیگر در روابط خود با عرب به برتری نظامی و سرکوب و تروریسم و سرانجام اشاره مستمر به جنگ شاخشونه میکشد. برای مردم ما خیلی دردناک است که شاهد تبلیغ این دروغ و افسانه باشند که گویی سرزمین ما بیابانی بوده که با کار و تلاش استعمارگران بیگانه گلستان گشته، سرزمینی بوده بدون سکنه که موجودیت استعمار هیچ گونه لطمه بر هیچ کسی وارد نساخت. نه، این گونه دروغ‌ها، این گونه اراجیف باید همین جا افشا شود. دنیا باید بداند که فلسطین گهواره یکی از باستانی ترین فرهنگ ها و تمدن ها بوده است. مردم اون به کار کشاورزی و ساختمان اشتغال داشته و هزاران سال فرهنگ خود را به دورترین نقاط جهان گسترش می داده است و با ایفای نقش محافظان وفادار اماکن مقدسه همه ادیان برای آزادی عبادات الگوی ایجاد نموده. من به عنوان فرزند بیت المقدس از همزیستی و اخوت دینی که مظهر شهر مقدس ما قبل از تسلیم اون در برابر فاجعه بود، خاطراتی شکوهمند و افتخارآمیز برای خود و مردم خیش محفوظ نگاه داشتم. ما این خط مشی روشن را تا مرحله تأسیس کشور اسرائیل و پراکندگی خود ادامه دادیم و این هم باعث نشد وظایف انسانی خود را در سرزمین فلسطین از یاد ببریم. فلسطینی ها اجازه نخواهند داد که سرزمینشون به صورت پایگاهی برای تجاوز و یا اردوگاه نجات پرستان برای نابودی تمدن و فرهنگ و ترقی و صلح درآید. مردم چاره‌ای جز این ندارند که میراث نیاکان خود را با مقاومت در برابر مهاجمان مسلح حفظ نموده و با دفاع از سرزمین بومی خود، ملیت عربی و فرهنگ و تمدن را پاس داشته برای تأمین امنیت این سرزمین که گاهواره آیین توحید است تلاش نماید. در مقابل کافی است تنها به نحو اجمال به برخی از مواضع اسرائیل اشاره کنند. پشتیبانی از نیروهای عقب مانده و سازمان مخفی در الجزیره، جانبداری از استعمارگران مستقر در آفریقا، کنگو، آنگولا، موزامبیک، زیمبابوه، تانزانیا و بالاخره حمایت از رفتار سرکوبگرانه ویتنام جنوبی در برابر انقلاب ویتنام. از این گذشته میتوان حمایت همیشگی اسرائیل از امپریالیست‌ها و نجات پرستان در همه نقاط و موضع صد کننده اون را در کمیته 24، کمیته‌ای که اعطای استقلال به کشورها و مردم مستعمرات را مد نظر قرار میدهد یاد کرد. میتوان خودداری اسرائیل از دادن رأی موافق در پشتیبانی از استقلال کشورهای آفریقایی را یادآور شد. میتوان مخالفت با خواسته های به حق بسیاری از ملل آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین و بسیاری از کشورهای دیگر در کنفرانس های مربوط به مواد اولیه، جمعیت، حقوق دریاها و تغذیه را عنوان اینها مواردی است که خصلت‌ها و ویژگی‌های دشمنی را که به سرزمین ما چشم طمع دوخته به مرز نمایش می‌گذارد و مشت او را باز می‌کند و همین واقعیت هاست که مبارزه شرافتمندانه و افتخارآفرین ما را علیه استعمار و ارتجاع که آنان تروریسم می‌نامند توجیه می‌کند. درست در هنگامی که ما از دورنمای آینده دفاع میکنیم، سهیونیست ها رو به گذشته دارند. دشمن ما حتی دارای یک سابقه طولانی عداوت نسبت به یهودیان محروم نیز هست. چرا؟ چون در جوهر سهیونیزم نوعی نجات پرستی ذاتی نسبت به یهودیان شرقی وجود دارد.
زمانی که ما با تمام وجود کشتار یهودیان توسط نازیسم را محکوم می‌کردیم، به نظر می‌رسید رهبری صهیونیسم که در آن زمان نیز بیشتر مایل بود در بوق مهاجرت بدمد و پرچم پیش به سوی ارض موعود را بالاتر برد، خوشحال بود. به چه دلیل خوشحال بود؟ به چه دلیل آنان خواهان اون وضع بودند؟ به این خاطر که از یهود کشی برای سرعت بخشیدن به تحقق اهداف خیش و مهاجرت یهود به فلسطین بهترین بهره را گرفتند. اگر مقصود از مهاجرت یهودیان به فلسطین زندگی در کنار ما و بهره‌مند شدن از همون حقوق و انجام همون وظایف بود که اصلا مسئله نبود. ما درهای میهن خیش را تا اونجا که ممکن بود به رویشون گشوده بودیم. هزاران ارمنی و چرکسی که هنوز هم مثل خواهر و برادر در میان ما زندگی میکنن شاهد این مدعا هستند. اما وقتی هدف از این به اصطلاح مهاجرت اشغال یک سرزمین و در به در ساختن مردم و تبدیل ما به شهروندان درجه دوم باشد، چیزیست که هیچ کس نباید تقاضای موافقت و تسلیم ما را داشته باشد. انقلاب ما از همون آغاز تحت تأثیر عوامل نژادی یا مذهبی قرار نداشت. آماج اون نه به یهود به عنوان فرد بلکه صهیونیسم نژادگرا و تجاوز پیشه بوده است. ما ضد مردم یهود نیستیم. انقلاب ما در معنی اخیر انقلابی برای یهود به عنوان یک انسان نیز هست. ما تلاش میکنیم که یهودیان، مسیحیان و مسلمانان در برابری با یکدیگر زندگی کنند، از حقوق برابر بهره‌مند باشند و فارغ از تبعیض‌های نژادی یا مذهبی به وظایف یکسان خیش اشغال ورزند. اشتباه کردم. انقلاب ما در معنی اخیر انقلابی برای یهود به عنوان یک انسان نیز هست. ما تلاش میکنیم که یهودیان، مسیحیان و مسلمانان در برابری با یکدیگر زندگی کنند، از حقوق برابر بهره‌مند باشند و فارغ از تبعیض‌های نژادی یا مذهبی به وظایف یکسان خیش اشتغال ورزند. ما بین یهودیت و صهیونیسم فرق میگذاریم. بله، ما بین یهودیت و صهیونیسم فرق میگذاریم، در حالی که به مخالفت با جنبش استعماری و صهیونیستی ادامه میدهیم، به آیین یهود احترام میگذاریم. من امروز که حدود یک قرن از ظهور صهیونیسم میگذرد، میخواهم نسبت به خطر روزافزون اون برای همه، برای یهودیان جهان، برای اعراب و برای صلح جهانی هشدار دهم. چرا؟ چون صهیونیسم با لعاب دین و مذهب یهودیان را از سرزمین خود به مهاجرت ترغیب میکند و ملیت جعلی به آنها میدهد. با اینکه مشخص شده که رفتار تروریست گونه صهیونیست‌ها راه به جایی نمیبرد، باز همون را ادامه میدهد. غافل از اینکه دژهای استعمار و نجات پرستی یکی بعد از دیگری فرو خواهد ریخت، فرو میریزد و مهاجرت از اسرائیل آغاز شده و این واقعیت شکست آمد را به نمایش گذاشته است. از مردم و حکومت‌های جهان می‌خواهیم که راسخ و استوار در برابر ستم، در برابر تلاش صهیونیست‌ها بایستند و با هر نوع تبعیض مذهبی و نژادی و مربوط به رنگ پوست در مورد هر فرد انسان به شدت مخالفت کنید. اگر در اندیشه برخی از مردم جهان در زمینه مسئله مهاجرت یهودیان ابهام وجود دارد، خب چرا مردم عرب و فلسطینی باید توانش را بپردازند؟ برای چی حامیان این به اصطلاح راه حل‌ها درهای کشور خودشون را به سوی اونها نمی‌گشایند؟ کسانی که صلاح می‌بینند ما را تروریسم بنامند، تمایل دارند افکار عمومی جهان را از کشف حقیقت در باره ما و مشاهده حقانیت چهره‌های ما باز دارند. تلاش می‌کنند که موضع دفاعی ما را و نیز رفتار جابرانه و تروریسم آشکار خود را پنهان کنند.